دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد مرز جوان وطنی سالم داشته باشید. مسابقه فوتبال بین ایران و انگلیس با شکست سنگین تیم ملی ایران به پایان رسید. نکاتی در این مسابقه بود که از نظر اجتماعی، از نظر جامعه شناسی خیلی مهم هست. اینکه مردم تیم ملی خودشون رو تشویق نکردن و تیم ملی انگلستان رو تشویق کردن و تیم ملی رو از آن خود ندانستن. چیزهای دیگه هم هست، مثل پرچم که مردم ایران، مخالفان پرچم ایران رو قسمتیشون قبول ندارن و پرچم شیر خورشید نشان رو به عنوان پرچم خودشون در اعتراضات نشون میدن. یک جامعه برای اینکه بتواند دولت همگیر رو تشکیل بده باید یک سری عناصر مشترک رو قبول داشته باشه. وقتی که یک جامعه عناصر مشترکی مثل پرچم یا تیم ملی یا دولت یا مجلس رو از آن خود نمیداند، یواش یواش جامعه به سمت فروپاشی خواهد رفت. جامعه ای که مشترکات خودش رو به حداقل رسونده باشه و بیشتر در انشقاق باشه به سمت فروپاشی جامعه خواهد رفت، به سمت فروپاشی اجتماعی خواهد رفت و این بسیار خطرناک است. فروپاشی اجتماعی به این معنا خواهد بود که هیچ کس هیچ چیز مشترکی رو قبول نداشته باشه و گروه های مختلف، نمادهای مختلف و ارزش های مختلفی رو برای خودشون تعریف کرده باشن. زنگ خطر این مسابقات باید برای حاکمیت و همچنین برای اپوزیسیون معنادار باشد. مسابقه فوتبال شکست سنگینش، واقعیت من از شکست تیم ملی خوشحال نشدم. با عنوان یک طرفدار فوتبال بیشتر دوست داشتم که حتی اگر شکستی هم خورده میشد به این سنگینی نبود، ولی واقعیت اینه که نه تیم ملی اون حمایت جامعه رو داره، نه دولت این حمایت جامعه رو داره و نه اپوزیسیون حتی این حمایت قاطع جامعه رو داره. یک دولت ملت، یک ملت باید دارای تاریخ مشترک، ارزش‌های مشترک و ضد ارزش‌های مشترک باشه. متاسفانه جامعه ایران بعد از حکومت طولانی مدت جمهوری اسلامی این ارزش‌های مشترکش رو یواش یواش داره از دست میده و به سمت فروپاشی اجتماعی میره. فروپاشی اجتماعی احتمال جنگ داخلی رو در کشور ایجاد میکنه و این زنگ خطر رو به صدا در آورده که در آینده ما مشکلات بسیار بزرگتری رو در جامعه ایران شاهد خواهیم بود. اینکه حمایت نشه از تیم ملی یک مسئله جامعه شناسیه، یک مسئله اجتماعیه و این باید جامعه شناسان و کسانی که علاقمند به جامعه شناسی هستند تحلیل های اجتماعی میکنن، باید نسبت به این تحلیل های خودشون رو داشته باشن و زنگ خطرهایی رو که این مسابقه برای جامعه ایران داشت باید بررسی بکنن و سعی بکنن که نقاط ضعفی رو که در این حرکت وجود داشت و زنگ های خطری رو که این حرکت، این مسابقه برای مردم ایران، برای سیاسیون خواهد داشت درک بکنن. امیدوارم یواش یواش مردم دور چیزهای مشترکی جمع بشن. مشترکترین چیزی که الان مردم ایران دورش جمع شدن این است که این حکومت رو نمیخواهند. این خودش یک نقطه مشترک خوب هست و امیدوارم که بیشتر افراد جامعه دور این نقطه مشترک جمع بشن، حداقل حتی اگر قرار است تیم ملی رو تشویق نکنن و از آن خود ندانن و تیم جمهوری اسلامی بدانن، بهترین است که درصد بیشتری از مردم ایران این رو قبول بکنن حداقل. امیدوارم که این فروپاشی اجتماعی اتفاق نیفته و امیدوارم که به سمت اتحاد جمعی پیش بریم، به سمت ارزش‌های جمعی پیش بریم و
بتوانیم با قبول تفاوت‌های بین خودمون، قبول تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف و پلورالیسم سیاسی بتونیم جامعه رو دموکراتیک تر به وجود بیاریم. میتوان جامعه دموکراتیک رو داشت اگر بتوان به مخالفان ارزش قائل شد و همفکران خودمون رو فقط به عنوان صاحب حق نشناسیم، کسانی رو که مخالف ما هستن و برخلاف میل ما عمل میکنن رو هم باید قبول داشته باشیم. امیدوارم که حرکت ها بیشتر به سمت انسجام اجتماعی پیش بره تا انشقاق اجتماعی و این فروپاشی اجتماعی که زنگ خطرش رو متاسفانه مسابقات شکست تیم ملی به خطر در آورده. امیدوارم که به شیوهی مدیریت بشه که فروپاشی اجتماعی در اون صورت نگیره و به سمت جامعه دموکراتیک پیش بریم. امیدوارم که جامعه دموکراتیک در ایران پیاده بشه و همه جامعه رو، همه دولت رو از آن خود بدانند.